امروز دیگه روز آخره که ایرانم و سخت ترین روز دنیاست. یعنی همیشه هر موقع میام چه یک ماه بمونم چه دو ماه بمونم چه 10 روز بمونم وقتی میخوام برم انقدر سخته برای خودم و خانواده‌ام که خدا میدونه. کلا 2 هفته بیشتر مرخصی نداشتم، حالا 1-2 روز بگو رفت و آمد و اینا تو راه بودنم. من الان دقیقاً انگار حس میکنم اصلا خونه نبودم، همش اصلا اینور اونور مهمونی مسافرت رفتیم دور همه بودیم. حس کنم هنوز به اندازه کافی خونه نبودم چون خیلی دلتنگ بودم، دلتنگ خونوادم و دلتنگ حالا فامیل که بودم به کنار دوست و فامیل، دلم حتی واسه کوچه‌مون هم تنگ شده بود، واسه خونمون، واسه اتاقم. اصلا خیلی حس میکنم به اندازه کافی لذت نبردم ازش، ولی به هر حال امروز که روز آخره بعد از 12 روز بودن اینجا کنار خانواده امروز باید برم. الان با مامانم اومدیم بیرون، 4 تا خرید من داشتم می‌خواستم چند تا خوردنی بگیرم ببرم، الان مامانم رفته واسم بگیره. نمیدونم چطوری خداحافظی میخوام بکنم یا چطوری از پسش برمی. الان 3-4 روزه یه بغض اینجام گیر کرده، هر لحظه میتونه بترکه، ولی مجبورم فعلا خودم رو کنترل کنم چون که حال خانوادم و به خصوص داداشام خیلی بده. دعا کنین واسم. حالا شما میبینین ادامه ماجرا که چی میشه. همه گفتن میخوام با هم بیام فرودگاه، همه مادر بزرگم، داییم، خاله هم، دختر خاله هم، همش میگن تو رو خدا کسی با هم نیاد. به مامانم میگم نیاین، من خودم یه آژانس واسم بگیرین میرم، خیلی سخته واسم بیاین فرودگاه، ولی میخوان بیان. 2 سال پیشم که اومده بودم گری و زاری رو داشتیم، امسال هم مطمئنا داریم اگه بتونم و انرژی بمونه حتما آمدی حتما واسهتون ویدئو میگیرم. چه حسی داری من دارم میرم؟ مامانم 2 روز اینقدر حالش بده عصبانیه، هممونو یکی یه دور اینطوری شتلخ کرد، شانسه هم نقه رو بند. حس خاصی نداری؟ انشالله موفق باشید. حالا ادامه ماجرا میبینی؟ حرف فعلا نداره. نه واقعا حالا داری مسافر میشید در کل از روزی که اومدم میگه انقدر کم نیا، انقدر که هی گفت انقدر کم نیا کم نیا، از این مدتی که اینجا بودن لذت هم ندونستیم ببرم. حالا با ادامه ماجرا و خدافظی ما همراه باشید. مرحله رفتن خیلی همونطور که از قبل پیش بینی میشد با گریه و زاری و همه چی همراه بود. ما گریهامونو کردیم توی خونه، اشکامونو ریختیم تا رسیدیم و اینا، به همشونو تهدید کردن، گفتن اگه کسی گریه کنه براش سوغاتی نمیارم. بعد دیگه همه قیافه‌ها جدی بود، اشک تو چشما بود ولی قیافه‌ها جدی. خلاصه اومدیم ساعت 10 اینا وسایلامونو دادیم تهدید. حالا میگم دادیم چون که من دختر خاله ام از ایتالیا اومده بود و ما هممون با هم قرار بود که این تابستون بیان که همه دور هم باشیم. من از آمریکا اومدم، مریم از ایتالیا اومد، دریا از دانمارک اومد و یه دختر خاله دیگه‌مونم که حالا توی ویدیو دیدینش زهرا، اون از بوشهر اومد. دیگه همه دور هم بودیم و الان من و مریم داریم با هم برمیگردیم، پروازمون تا استانبول با همه. ما داریم میریم ایتالیا، روزانه میره نیویورک تا استانبول با هم هستیم. آره تا استانبول با همیم. بعد مامانامون آبغورگیری داشتن پشت در، ولی با هم بودیم یه مقدار کم. آره چون با هم بودیم یکم کمتر گره کردم. بعد دیگه اومدیم وسایلمون رو دادیم تحویل و بارا رو دادیم، پاسپورتمون هم چک کردن، به حجاب نجاب هم هیچ گیری نداره، یعنی شال داشتیم ولی خب بولیستنمون هیچ نداشتن. خوب پیش رفت، خیلی سمود پیش رفت، نه خیلی راحت بود، هیچ هم نگفتن. یه مرحله دیگه مونده، مرحله سوار شدنمون مونده هنوز که الان ساعت چند؟ ساعت 1 تقریبا، الان 12:30 تقریبا دیگه کم کم بیاد و ما شروع کنیم سوار شدن. به اون آقای گفتم اگه میشه صندلیامونو کنار هم بذار، تو هم کنار پنجره، من کنار پنجره باشم.
پرواز دوم هم لطفا من رو کنار پنجره بذارشون، وقت می اومدم وسط بودم هیچ استوری نتونستم بگیرم. الان دیگه دوتامون رو تا استانبول کنار هم گذاشته، تا آمریکا منو کنار پنجره ننداخته بود، اف بودم، اف میشه کنار، ولی حداقل بهتر از اینه که وسط بشینی وسط مثلا دو تا آدم دیگه. خلاصه همچنان منتظر همین دیگه، ان شاء الله پرواز خوبی داشته باشی، سالم برسیم استانبول، بهتون خبر میدم. همه رو زدیم گفتیم صندلی بده که کنار پنجره کوفته باشه. خب پنجرهش کن، سورپرایز سورپرایز شدیم اومدیم. من هفته A هم، مریم هفته B هم، ولی هیچ پنجره ما نداریم، مجدی همون دارن، جلایی هم دارن. حالا بعدی رو ببینیم، بعدی هم کنار پنجره من رو حالا ببینیم. صحیح و سالم، مریم که نصف بیشترش خوابید. بعد پرواز مریم 5 عصر، الانم 5 صبح، یعنی قشنگ 12 ساعت بعد اینجا باشیم. واسه عجله نداره، داره خیلی آروم با آرامش با من میاد. من گیت همو پیدا کردم، D8، داریم میریم سمت گیت من که همین مابین یه جای خوبم براش پیدا کنیم، یه ذره ریلکس کنه و بخوابه و همین دیگه. مریم را بره یه جا بگیره بخوابه، من الان باید برم توی گیت، اینجا قسمت سکیوریتیشه. خیلی عصبانیم، مریم رفت، وقت رفت خیلی دلتنگ شدم، حالا بهتر بود ولی وقت مریم رفت حالا خیلی بد شد. اینترنت گرفتم زنگ زدم به مامانم، بهش خبر دادم که رسیدن، خواب بودن، الان اینجا 6:30 صبح و خبر دادم، گفتم من رسیدم. بعد من تو ایران به یارو گفته بودم پنجره میخوام، توی ایران به استانبول که پنجره نداشت، دیوار بود، اینجا هم وسطم، اینجا هم ردیف 4 نفره وسطم، یعنی امیدوارم هیچ وقت نبینمش، چون اگه ببینمش کشتمش. خیلی خوب صندلی برام انتخاب کرد، فعلا که وسطم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. 10:30 پروازه تا نیویورک، خیلی دلتنگم، 40 بار بغضه اومده تا اینجا قورتش دادم، ببینیم کی میتره، که خیلی دلم تنگ شده از خونه. بای بای. بالاخره بعد از 10 ساعت و نیم، وای چه ساعتی داره، بعد 10 ساعت و نیم پرواز رسیدیم.